شورای عالی صلح افغانستان میگه که برخی از اعضای این شورا که برای شرکت در نشست قطر دعوت شدند به شکل انفرادی و به نمایندگی از شورای عالی صلح در این نشست حضور نخواهند داشت. با گفته مقامات یا همین شورا چهره های مطرح که در حکومت نیز شامل هستند در این نشست دعوت شدند. اما حامد کرزی رئیس جمهور سابق که در نشست های قبلی شرکت کرده این بار با وجود ای که گفته میشه ازش دعوت هم شده در این نشست شرکت نمیکنه. عواقب و یا هم نتایج نشست چه خواهد بود؟ برای بررسی این موضوع با محترم خلیل الرحمن سروری استاد پانتون کابل و تحلیلگر سیاسی که همکنون در استودیوی کابل حضور دارن بحث میکنیم. سروری صاحب سلام بر شما و امید از اینکه خسته نباشین. نخستین پرسش میخوایم پرسان بکنم، به نظر شما چرا شماره از چهره های سیاسی به شمول حامد کرزی ای بار در این نشست حضور نمی داشته باشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان محترم صدای آشنا. من فکر میکنم هر روز که میگذره اوضاع در بحث صلح افغانستان پیچیده تر میشه و از یک طرف هم یک مقدار امیدها را بیشتر خلق میکنه. تردیدی وجود نداره که نشست فعلی ضمانت اجرایی نداره و میشود گفت که یک فرصت یا یک زمینه است برای گفتگوی رو در رو بین مردم افغانستان و بین طالبان. من باورم به ایست که اگر این گفتگوها به صورت درست مدیریت نشوه، تردیدی ندارم که بیشتر پیچیدگی ها را افزایش میده و این گریه را محکمتر میسازه. به احتمال اغلب از یک طرف دولت افغانستان در این گفتگوها خوشبینی خوبی نداره و از جانب دیگر هم طالبان آماده نیست که با نماینده های رسمی حکومت افغانستان گفتگو بکنه و از جانب دیگر تعدادی از چوره های سیاسی هم به شکلی از اشکال با وضعیت تعدادی خوشبینن و تعدادی هم نارضایتی دارن. بینن در داخل افغانستان هم یک هماهنگی یا یک انسجام واقعی همان طوری که بین دولت و مردم وجود نداره، بین اعضا و جریان های سیاسی نیست وجود نداره، که این خود موجب شده یک مقدار سرفگندگی بیشتر نسبت به وضعیت به وجود بیاره و تعدادی هم از اشتراک در این نشست ایبا ببرزن. آقای سروری گفتین اگر این نشست و یا هم نشست ها به شکل درستش مدیریت نشه، منظورتان چی است؟ مدیریت چگونه؟ به این معنا که اگر در صورتی که نشست و گفتگو بین طالبان و بین مردم افغانستان صورت میگیره، شکی نیست که کار خوبی است. چرا؟ طرف طالبان هم مردم افغانستان بوده و هر روز که میگذره مردم افغانستان کشته میشود. ولی از این که این نشست ها ضمانت اجرایی به مردم افغانستان نداره و مردم نمیتوانند که یک سلسله تصامیم رسمی رو در اونجا نهایی بسازن و از طرف دیگر هم که طالبان مستقل نیستن و تحت تاثیر کشورهای مختلف قرار دارن و هر کشوری در اونجا منافع خودشان را در این گفتگوها شرکت میکنه و از یک طرف دیگه هم ایالات متحده آمریکا یک جریان مستقل دیگه را به پیش میبره که خودی از این اوضاع را پیچیده تر ساخته و نشان میده که اگر این پیچیدگی ها درست زیر مدیریت قرار نگیره، ما باورم به ایست که اوضاع را بیشتر پیچیده تر میسازه و از جانب دیگر هم دولت افغان، حکومت افغانستان در یک خلای از قانونی قرار داره و رئیس جمهور افغانستان هم رئیس جمهوری رسمی نیست و در حقیقت رئیس جمهوری غیر قانونی خوانده می شود. با او اساس در یک چنین فضای ادامه گفتگوها من فکر می کنم بسیار زیاد دشوار است. اگر درست برنامه ریزی نشوه و ایالات متحده آمریکا همکاری نکنه، طبیعتا بر پیچیدگی ها می افزاید. در این نشست تاکید می شود یا هم در نشست های قبلی تاکید شده که هر فرد در توانایی فردی خود به نمایندگی از خود در طور نشست ها حضور پیدا میکنه، در حالی که طرف مقابل یعنی طالبا هر کدامشان نماینده ای از گروه سیاسی و یا هم نظامی طالب هستند. اشاره شما به این است که گویا هر بحثی که در این نشست صورت میگیره به یک شکل افکار طالبا که نمایندگی از یک گروه جنگجو را میکنه را تغییر میده و یا هم اونا را بیشتر مقتدر میسازه؟ کمی اگر وضاحت بتین.
خب شکی نیست که شما دیدین که بعد از یک سال به این طرف طالبان از یک گروه توریستی به یک جریان سیاسی قدرتمند تبدیل شد و این نتیجه اشتباهات سیاسی بود که تعدادی از احزاب، جریان‌ها و دولت افغانستان برای انداختن و بالاخره طالب را در یک جایگاه بسیار کلان منطقوی قرار دادن. و از طرف دیگر مشکل بسیار جدی است که همان طوره که افغانستان از لحاظ حکومتداری دچار یک مشکل است و طبیعتاً هم طالبان هم آماده نیستند با جریان رسمی افغانستان مذاکره بکنن و به شکلی از اشکال با مردم میخوان که مردم را قناعت بدن یا تعدادی از افراد و اشخاص را با اونها تماس بگیرن و بتونن اینا را تغییر ذهنیت بدن و موضع گیری از علی حکومت یا ساختاری رسمی دولت افغانستان اینا را تحریک بکنن که خودی از بر پیچیده تر شدن اوضاع کمک کرده. ولی شکی نیست که از یک طرف طالبان به صورت رسمی حضور دارن و از طرف دیگر هم مردم افغانستان. ولی یک نقطه را فراموش نکنیم که پیشتر هم اشاره کردم که اساسا جنگ طالبان با مردم افغانستان است نه با حکومت افغانستان. چرا میبینیم هر روز مردم ملکی به شهادت میرسه. با او اساس نیاز است که مردم نیز باید خواسته هایشان را به طالبان برسانند، ولی امیدوار هستیم که طالبان این خواسته ها را بپذیرند و از منافع بیگانگان دست بردارند و برای منافع مردم افغانستان بیندیشند. خانم آباد، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. با امید موفقیت.